خدمتتون عرض بکنم که دو خبر در رأس جستجوهای گوگل بوده هفته گذشته و خدمتتون عرض بکنم آقا داغ داغ به چه داغ دست میزدی تاول میزد دستت خدمتتون عرض بکنم اولش در رابطه با همین سریال گیم آف ترونز بوده آقا گیم آف ترونز یا همین بازی اریکه ها این سریال مستحجن و بی کیفیت خدمتتون عرض بکنم که میگن رکورد چکونده چه رکوردی چه رکوردی رکورد بیننده میگن بالاترین رکورد بیننده رو در کل تاریخ تلویزیون شکونده دست نزن آقا دست دست زدن نداره دست زدن نداره کل این آمریکای شمالی که کلا دسترسی دارن میتون تلویزیون رو روشن کنن میتونن این سریال رو نگاه بکنن 500 میلیون نفرن 500 میلیون نفر و چند نفر بیننده داشته این سریال 20 میلیون نفر 20 میلیون نفر آقا جمع کنین عدد داره این یعنی ما خودمون آقا سریال مزگان داریم <applause> ما بچه, بچه پنج ساله تا ده ده هشتاد ساله دست در دست همدیگه کانون گرم خانواده رو همینجور گرمتر میکنن میشینن بدون مراعات رده سنی سریال های درپیت ترکی و امثال هم رو چهار چشی که نگاه میکنن هیچ تکرارش 6 میلیون آقا شست میلیون بیننده داره هر از این سریال هر شب بعد فکر میکنید تکرار شما مثلا ممکنه چهار نفر بی خیال شن اگر اگر به خدا مشغول می میتیکومانی اگه فکر کنی که مثلا این 60 میلیون نفر تو تکرار هفتم هشتم مثلا میشه 59 نیم نه 60 میلیون نفر تا آخر ما تکرار رو داریم نگاه میکنیم عدد ها چی آقا رده سنی و دیگه نمیدونم صحبت و چی عددا رو منتشر میکنید وچه ما رو بیاریم پایین مثلا بگین شماها نمیدونم کار دارین درگیرید نمیدونم همه چیتون حساب کتاب داره رده سنی رعایت میکنیم بچه نگاه نمیکنه زود میخوابه دیگه نمیدونم اینا چی آقا جمعش کن جمعش کن ما ارزش های تلویزیون و برنامه های آموزشی و فرهنگی رو خوب میفهمیم و میخوایم یاد بگیریم ما دنبال آموزه های مختلف هستیم از هر سه اینجوری که نیست که آقا بارد کن آقا شما هیچی بلد نیستی نه اینو بلدی نه در واقع ارج نهادن به هنرمندانتونو بلدی همینجوری بیخود بیجت بهشون حال این درست نیست که خدمتتون عرض بکنم خبر دومم هم اتفاقا راجع به همین قضیه است یه خبر دیگه که خیلی داغ بوده در جستجوهای گوگل عکس ترانه علی دوستی بوده بازیگر خوب سینما و تلویزیون کشورمون و سریال شهرزاد این عکس این عکس رو از منتشر کردن بعد بعد از این دیگه دوستان سنگ تموم گذاشتن گفتن دیگه بذار هر جوری شده حالا رو بهش بدیم این این همه زحمت کشیده این همه دیگه در واقع میشه گفت سنگ تموم گذاشته واسه سرگرم کردن ما واقعا اگر نخوایم اجرش رو بذاریم کف دستش واقعا زای برای همه هر چی جوکو در واقع میشه گفت عکس مختلف بوده میتونستن درست بکنن با این عکس و مطالب مسخره و در واقع بچه‌ها درست کردن و سنگ تموم گذاشتن بعد اون وقت این وسط این همه بچه زحمت کشیدن جوونا بعد ترانه علی دوستی مثلا ناراحت شد با ترانه دیگه چی نور میکنی خودتو لوس بازی ها چیه؟ یه دونه عکس ترانه علی از خودش منتشر کرده و صورت بدون آرایش و گفته که این صورت من هست بدون آرایش و به هر جام که رسیدم با همین چهره رسیدم بابا ترانه جدی نگی باید مگه سیستم ما رو بلد نیستی؟ بچه ها و اینجوری ما اینجوری ما اینجوری ما سیستم رونالدینیوییم مثلا یه کسی رو که خیلی دوستش داریم تا نفس داریم بهش بی احترامی می‌کنیم یه هنرمند وقتی دیگه داره راست راست راه میره صحیح و سالمه که دیگه نباید توقع داشته باشه مردم با حمایتش بکنن دیگه حالا مثلا یه بلایی سرش بیا اون ما در خدمت شما هستیم اینجا یعنی بچه ها از همه وجود مایه میسارن به خدا شما امتحان نکردی بپرس از اون آقای البته اونا رو که دیگه نمیشه ازشون پرس خدمتتون عرض می‌کنم از بقیه بر و بچه ها بپرس بچه بچه‌ها سنگ تموم می‌ذارن شما زبون هم لار خدای نکرده هفته دیگه مثلا بگو تپ کردم یه اتفاق بچه ها اگر نصف شبکه های اجتماعی همه پروفایلشون رو به عکس شما تغییر ندادن شما بیا به من هرچی درخواست خواست بگو اگر بچه‌ها هرچی در توان داشتن تو کامنت‌ها بروز ندادن در باب اینکه بانوی ترانه سینمای ایران ای بانوی نجیب ای, ای گل بانو ای گل باخچه ای ترانه بلبلهای های سینما ای آواز دهل ای زیبایی ای شودهای های پدر فوتبالیست در فرق سر ما ای, ای کاش پدر پنالتی بزنه تو چشم ای کاش عشق من ای کاش نبینم که تو تب کرده ای آه با در واقع میشه که بچه ها تمام وجود تمام وجودشون رو میذارن واسه این قضیه یه خورده منطق داشته باش تران جان موقعی که صحی و سالمی خدا رو شکر دیگه طبقه نداشت روش بچا بیا مثلا به حالم بدن دیگه هر دفعه ما میدونی که سیستم اون اینجوری که اگه احیانا بخوایم مثلا حال بدیم به یه هنرمند ممکنه مثلا روی زیاد بشه یعنی برای همین میبینن شوشونو میکنن اون وقت که سلام نکنه روش میشه پر رو میشه این سیستم قاید. ما رونالدینیور مگه یادت رفته این ور رو نگاه میکرد این ور پاس میداد خدمت که ما هم... تو همه موارد هم رعایت میکنیم مثلا همین چه میدونم هفته پیش بوده مریض پای مثلا چپش شکسته بوده رفته دکتر دکتر پای راست عمل کرد این کاملا من میخواست مریض پررو نشه اگه قرار باشه که مریض مثلا چه میدونم پای چپش مثلا پای راستش مشکل داره بره پای مثلا ده... همون راستشو هم. یعنی چی یا پردا میخواد بیاد بگه مثلا چه میدونم مثلا دلمم درد دل میکنه دیگه انقدر مریض پررو، همین که زحمت کشیده دکتر همون پاتم هم عمل کرده برو خدا رو شکر تازه بعد چه میدونم خیلی بی... خیلی بی تربیت به نظر من اینجوری برخورد نکن من اصلا خوشم نمیاد می و ناراحت کننده است حالا جدا از این قضیه خدمت رو عرض بکنم که یه اتفاق دیگه هم افتاده عکسی منتشر شده در شبکه های مجازی در رابطه با سفره ماهی هایی که خب توی ساحل کشته شدن و دلیلش هم اعلام کرده بودن که مثل که ماهیگیرا وقتی که تورشون رو بالا کشیده بودن خب یه تعداد زیادی هم سفره ماهی توی تور بوده ماهیایی که لازم داشتن رو برداشتن سفره ماهی‌ها رو به جای اینکه بریزن تو دریا ریختن تو ساحل و اونا متاسفانه همه کشته شدن اما بله شایست. این یه شایعه است بله این یه شایعه است این شایعه است و در واقع میشه گفت این سفره ماهی‌ها همه خود خودکشی کردن دلیل داره به خاطر این یه قبیله بودن یه قبیله سفره ماهی بودن که اینا در ایام عید اتفاقی داشتن مثلا کانال رو نگاه میکردن یک مصاحبه رو دیدن و دیدن رئیس قبیله رو به عنوان یقه یکی استفاده کرده و تمام این سفره ها به این خاطر اعتراض کردن و خودکشی کردن من واقعا نمیدونم البته امیدوارم که هفته دیگه مطلبی منتشر نشه دال بر اینکه یا مبنی بر اینکه توهین مجری فارسیوان به سفره ماهی های ایران من از جانب تمام صفرماهی های دنیا و امیدوارم یه همچه اتفاق نیفته در خدمت شما هستم